Collision repair, auto painting, accident assistance, and auto detailing. Exotto. At Exotto, we pride ourselves in offering the very best collision repair and body shop services coupled with industry-leading customer care and the most comprehensive lifetime warranty available. With a 20,000 square foot state-of-the-art facility, all of our work is performed on-site using the finest tools and technology handled by professional licensed technicians. In the event of an accident, Exotto provides a completely seamless concierge service that starts at the scene of the accident. The new standard in car care. Exotto. و اما امشب در برنامه دریچه‌های روبرو دو مهمان عزیزی رو دارم که برای شما نام و هنرشون آشناست و میشناسید، هم به هنرشون آشنایی دارید هم به نامشون. استاد کمال تراوتی که گروه کور و ارکستر ملی ایران رو در چندین سال گذشته با زحمات زیادی بنیاد کردند و اون رو رهبری کردند و میکنن، و همچنین آقای حسن انعامی که یکی از تکخانان اپرا هستند با وسعت صدای بسیار خوب و تعلیم دیده و وارد به کار هنری شد. اجازه میخوام که با مهمانان امشب، یعنی استاد تراوتی نازنین و همچنین آقای حسن انعامی، یک سلام علیک و خوش آمدگویی داشته باشم تا بیشتر ببینیم که در چه باره ما امشب و به چه انگیزهی میخواییم با دوستانمون صحبت بکنیم. جناب تراوتی، خیلی خوش آمدید به برنامه دریچه‌های روبرو، و همچنین آقای انعامی شما هم همینطور. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه دریچه‌های روبرو، و ممنون از دعوتتون. خواهش میکنم استاد. منم با سلام خدمت شما، خدمت هموطنان عزیزمون، و خیلی ممنون، تشکر. من یه بارم بودم تو خدمتتون، در خدمتتون بودم و اینم دفعه دوم. خیلی ممنون از اینکه ما رو دعوت. خواهش میکنم، اینجا متعلق به شما و تمامی هنرمندانه، و وقتی هم که در اینجا تشریف بیارید بیننده های ما بیشتر خوشحال میشن، چون که بیشتر باهاتون آشناتر میشه، آشنا که هستن. آقای تراوتی، برای شما البته در سال گذشته ما یه گفتگوی داشتیم و شما اشاراتی فرمودید به تأسیس این گروه کور و ارکستر ملی ایران، که البته بنده سالهاست دور و نزدیک میدونم که چه زمان. به طور خلاصه هدف تأسیس یا در آینده به چه جایی هست برای بیننده ها اگر بگید من ممنون میشم. بله خواهش میکنم. خب در واقع فکر این قضیه تأسیس گروه کور ملی ایران و گروه کور و ارکستر ملی ایران از اینجا شروع شد که من احساس کردم یک ضرورته به موازات این که کامیونیتی داره رشد میکنه. بله. و اون نیازمندی هاش اضافه میشه، در روز به روز رشد میکنه نیازمندی ها. هم متوجه شدم که از نظر فرهنگی هم این داشتن فرهنگی و هنری، وجود یک گروه کور و یک ارکستر که آثار ملی و محلی رو اجرا بکنه، اولین قدم مهم و مثبته. چند سال؟ 12 سال. در واقع سال 2007 و 2009 هر دو تشکیل. من خاطرم هست اون موقع که میگشتید دنبال این بچه‌ها و بچه‌ها میومدن و شما همش تست و امتحان و شنیدن چه زحماتی رو که هنوزم دارید میکشید. بره. و اما 2007 البته گروه کور رسما تصویب شد، ثبت شد، و 2009 ارکستر ملی ایران. ولی خب از ابتدا، یعنی 12 سال پیش، من اینا رو مسلماً شروع کرده بودم. آره، حالا آخه هنرم یه طوریه که هرچی میری جلو هنوز به انتها نداره، باید رفت. و اما مهمان دیگر ما آقای انعامی، که یک بار دیگرم شما با صدا و چهره ایشون از همین برنامه آشنایی پیدا کردید،
اینجا هستن. من بپرسم ازشون راجع به اون موقعی که بیرون از ایران البته ایشون اپرا تعلیم دیدن، یه مقداری خودشون رو از اون طریق معرفی بکنید برای بیننده هایی که تازه با شما آشنا میشن. بله، من البته 2 سال تو تورنتو هستم، یعنی جدید هستم تورنتو. تازه نفس. تازه نفس. ولی بله، من 27 سالم بود رفتم باکو 15 سال پیش. از تبریز؟ از تبریز، بچه تبریزم، در ایران متولد شدم، در تبریز. سر ایران. سر ایران، بله. و از اونجا تصمیم گرفتم که برم و موسیقی رو ادامه بدم به صورت علمی. بر همین بهترین جا برای ما باکو نزدیک بود و امکاناتش هم چون از لحاظ مادی هم زیاد منصورت چیز نبود. پیش رفتن نیستن؟ بله، یعنی موسیقی در آذربایجان و اونور، چون که اینا حدود 85 ساله که دانشگاه موسیقی دارن، 120 ساله که اپرا دارن. بله، و برای همین از لحاظ موسیقی واقعا بخصوص موسیقی علمی خیلی موسیقی ملی، بله، رقص و اصلا کلا موسیقی در هر زمینه خیلی پیشرفت. برای همین بهترین جایی بود که میتونستم برم و برای همین رفتم اونجا و تحصیل کردم، دانشگاه داخل شدم و حدود 13 سالم سولیست یعنی تکخوان اپرای آذربایجان بودم و اونجا هم قطعات اپرایی اجرا کردم. در نقش اول حدود 10 تا اپرای اروپایی به زبان ایتالیایی و فرانسه اجرا کردم و حدود 6-7 تا هم اپرای آذری و رأس اینها هم که اپرای کوروغلو خیلی مشهوره. بله. اونو هم یعنی دیدم من اینو در این برام یعنی یه افتخاری بود که اینم بتونم، چون یه اپرای خیلی بله. خیلی هستش، اینو هم اجرا کردم. ولی خب بعداً برای اینکه بتونم راهم رو ادامه بدم و در صحنه‌های بزرگ اگه بتونم مجبور شدم که بیام، یعنی تصمیم گرفتم که بیام تو کانادا و امتحان بکنیم ببینیم حالا. ولی داریم اینجا هم که اومدیم 2 ساله خدا رو شکر میگم که در تو کار خودمون داریم ادامه میدیم. حالا میرسیم به چند سوال دیگه در همین رابطه با شما. اجازه که استاد رو من ازشون یه خواهش بکنم توضیح بدن. من چند تا از کنسرت هایی که شما گذاشتید آمدیم دیدیم، بسیار عالی، بسیار منظم و کار جالبی هم که شما میکنید، گروه های مختلف رو هم توی این ارکستر ملی میارید، معرفی میکنید، میدون بهشون میدید، راهنماییشون میکنید که واقعا قابل تقدیره. آیا و میدونم که شما در 16 مارچ در ریچموند تیل سنتر برنامه نوروزی داریم. بله. آیا در این برنامه کارهای جدیدی هم ارائه میشه یا اینکه بازخونی کارهای دیگه است یا تلفیق از این دوتا؟ در واقع تلفیقه، به خاطر اینکه هدف اینه که نوروز و یعنی آیین نوروز رو جشن بگیریم از طریق اجرای آثار ماندگار از قبل، موسیقیدانان قبل، و مسلماً کارهای جدید هم هست، موسیقی جوانان، آهنگسازان جوان کارهای جدید می نویسن و در واقع تلفیقیه. بله، توی این گروه شما یه گروهی دارید به نام کور. بله. بعد خود ارکستر ملی. بله. این گروه کور شما رو اینجا خودتون تعلیم دادید یا بعضی ها اینجا مدرسه رفتن یا میرن یا فقط شما خودتون؟ خب دوستان موزیسین و اساتید جوان هم همکاری کردن، ولی خب بیشتر برای خودم تعلیم دادم و اون تشکلشون هم سر میبینه. بسیار بسیار حالا مسلط شدن بچه ها. البته از این به بعد دیگه قصد یعنی باید اینطور باشه که گسترش بدیم و از همین امکانم من میخوام استفاده کنم، خواهش کنم که دوستان موزیسین های جوان اساتید همکاری بیشتری داشته باشن که از وجودشون استفاده بکنن. چقدر خوبه، برای اینکه شما میتونید راهنما باشید برای بسیاری از تازه واردین به این صحنه. اون تجربه زیاد ارکستر ملی در ایران، کارهای سالهای سال موسیقی در رادیو و تلویزیون در ایران، میتونه این براشون یک به اصطلاح پشتوانه بشه. آقای عنامی در 8
فوریه 8 گروه وصال بود که متاسفانه نتونستن بچه ها بچانسی رو بردن. البته با طبیعت نمیشه جنگی با اون برف و کولاک، ولی اعلام کردن بعدن نگران نباشید بر پنجشنبه آینده بچه ها. خب حالا اینو ما تو خبر در شهرم بگیم برای اونهایی که بلیط های اونجا رو در دست دارن بدونن که این گروه وصال در اونجا خواهد بود. ولی شما نهم یک برنامه جالبی بود که من دیدم ازتون، که البته در هفته گذاشتم در نگاه هفته صحبت مختصری کردیم، خیلی خوب بود. برای بار اولین باری بود که کنسرت بذاشتیم. نه این اینجا تورنتو برای دومین بار بود، یعنی سال گذشته ده سال گذشته اول بود، ولی امسال سال برای بار دوم بود. برای بار دوم بود و البته من هم به خاطر این وضعیت هوایی و نمیدونم اینا یه مقدار شک کردم، گفتم که خب احتمال، ولی واقعا از همینجا از همه مردم هم زمه عزیزانمون که تشریف آوردن واقعا یعنی برای من یک نور امیدی بود. من از کام خدمتون اون شب گفتم تو برنامه ایستم، گفتم در بیرون هم گفتم کار جالبی که دلنشین بود برای من، شما یک هنرمند بودید که هنرتون رو نشون دادید و برای اینکه به خودتون و به هنرتون متکی هستید، وابسته به چیزی نبودید. و اونجایی که همه جای ایران سرای من است، وقتی من دیدم آهنگهای آذری به اون زیبایی رو میخونید، بعد آهنگهای استادان دیگری به فارسی میخونید و یک به اصطلاح مجموعه ای از این کار فوکور و موسیقی رو گذاشته بودید، من خیلی لذت بردم. و توی برنامه قبلم عرض کردم همسر شما با شما هم کلاس بود و اینجا اصلا پیانیستن. بله، یه مقداری از ایشون بگید. ایشون اسمشون تلفظ کنید، من دفعه قبل درست درستم. بله اسمشون نرمینه است. خب نرمینه. بله نرمینه رو گفتم. فامیلشون هم افندیه با افندی ایوا. ایشون متولد باکو هستن، آذربایجان، اونجا متولد شدن، اونجا بزرگ شدن و اونجا هم تحصیل کردن. بله ما تقریبا هم کلاس بودیم، البته ایشون یه سال از من جلوتر بود با اینکه بنده بزرگتر از ایشون هستم. من دیر شروع کرده بودم چون تو ایران خودتون میدونید امکان چیز هم. بله ایشون اونجا تموم کردن، فوق لیسانس پیانو هستن از باکو. من شنیدم اونجا دانشگاه اینجا هم اومدن، الان یک ساله که داخل یونیورسیتی آف تورنتو یو اف تی داخل اونجا شدن و همین رشته پیانو فقط میخواستن که داشتن و میخوان که از اینجا هم بگیرن. بله من دیدم صحبت میکرد کیان امامی. بله. دوستمون آقای مازیار هدری که بله. یادشون هم کردیم در اینجا. بله. از ایشون صحبت میکردم، گفتن جزء گروه هستن. بله 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 اونجا هستن دارن تحصیل میکنن، یعنی خواستن که وارد دنیای موسیقی کلاسیک اینجا هم بشن. بله بعد ما این گروه و چیزیم و کلن این فکر من، یعنی فکر ما این هستش که نه تنها یک نوع موسیقی یا یک نوع گروه، یا ما سعی میکنیم که از تمام موسیقی های خوب، اصیل، با معنا استفاده بکنیم. خب موسیقی فارسی و موسیقی آذری هم که یه مثل مال خودمونه، اون دیگه یه تیگیری حضرتی. بله من امیدوارم که دوستان دیگر از هر نقطه ای از ایران که همه جای ایران سرای من است یعنی شماست، بیان آهنگای فولکلورشون رو تا اونجایی که میخوان این برنامه من در اختیارشون میذارم بیان معرفی بکنن. کردها، لورها، خراسانیها، تهرانیها، هر کی در هر جا به نام ایران این موسیقی غنی رو ما باید زنده نگه داریم و چون امانتی به دست آیندگانمون بدیم که اونها بتونن اگر تغییری کاری کاملتر میشه بکنم. آقای طلعتی شما این گروهتون رو بعد نیست معرفی بکنید که روز 16 هم هم چهارشنبه سوریه اون شب هم چیز یا چجوری؟ البته یک هفته ظاهرن جلوتر از چهارشنبه. آخه امسال که میدونید روز چهارشنبه شب چهارشنبه آخر سال درست
موقعی که چهارشنبه سوری امیدوارم به خوبی انجام بشه با هوای خوب، فرداش عید نوروزه. بله، یعنی فاصله نیست، بعضی وقتا یه هفته اتفاق میفته. بله بله درسته. بله خیلی ممنون. خب آقای انعامی طبق معمول همونجور که پارسال هم تشریف داشتن همکاری کردن، امسال هم لطف کردن هستن، در خدمتشون هستیم. هنرمند میهمان آقای محمد صادقی از ایران میان. بله من خوشحال شدم وقتی نام شد. ایشون هم هنرمند بسیار بسیار خوبیه، در واقع یادگار محمد نوری استاد زندیاد محمد نوری. خب امیدواریم که اینجا داشته باشیم ایشون، بیننده های ما در آینده با ایشون هم اینهایی که در ایران هستن که همه آشنان با بله مثلا یه کار جدید داده بودن برای کودکان. بله میفرمید. بله بعد در واقع 8 تکخان دیگه حضور دارن و حدود 20 قطعه بازسازی شده و جدید از چند مثلا 100 سال اخیر که نوروزی هستن و بهاری ها اجرا میشه. من در واقع میشه گفت من بین 4 دهه از هنرمندان سعادتی نصیبم شده قرار دارم، یعنی نسل امروز، دو تا قبل خودم و دو تا بعد از خودم، و این افتخاریه برای من. بله واقعا کار بسیار جالبی هم هست که هنر وزین گذشته رو ما بیشتر بهش بپردازیم تا بچه‌ای که امروزه میخوان برن ببینن چی بودن بتونن اینو گسترش بدن. بله بعد دیگه از گروه نیما ها همکاری دارن، رهبریان با بچه‌های جام بغلو بلوامون همکاری دارن و به یاد استاد همایون خرم اون قطعه معروف قوقای ستارگان رو اجرا میکنیم خانم پروین. بله تکخانش خانم مونا منوچهری است که مونا منوچهری خانم خیلی جوان ولی کارشون کلاسیکه. هنرمند جوانی هستن. اینجا هم اومدن تو کانادا هم. البته خیلی جاها رفتن دنبال تحصیل و اینا، ولی اینجا هم اومدن تو کانادا با اینجا مشغول هستن در این زمینه، در رشته وکال بهش وکال میگن. بله وکال. بله تو اون زمینه اینجا سعی میکنن که تیپ کنن، یعنی تلاش. برای اولین بار شما الان از این صدا استفاده میکنین یا نه قبل؟ ایشون به عنوان نخه اگه یادتون باشه در شما دیده باشید در مارکام تئاتر که بله بله مارکام تئاتر. بله الان یادم میاد. بله 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 خیلی الان دیگه باید خیلی مسلط تر پخته تر. بعد آقای سولی عزیز همراه هستن و لطف کردن از ترانه های قدیمشون میخونن، ترانه پنجره ها، از زنده یاد خانم مرضیه قطعه اجرا میکنیم به نام صبح بهاری و امیدوارم دیگه کسی رو فراموش نکرده باشم، من نام برده باشم. به هر حال باعث افتخاره که به این ترتیب تونستیم برای دومین بار نوروز رو از این طریق اجرای موسیقی جشن بگیریم. بسیار خوبه. این نوروز واقعا میبینید سرگذشت بسیار بسیار طولانی داره. نیاکان ما موقعی که عرب حمله کردن و با نوروز مخالف بودن که این 34-35 سال هم خواستن بکنن دیدن نمیتونن و نخواهند توانست این کار بکنن، اون موقع به قول خود اینا جزیه میدادن که این نوروز رو بمونه نگه داره و نگه داشتن به این ترتیب. حالا که البته پارچه خارانه شد. شما بفرمید که آقای انعامی شما چه کارهای برای آینده چه کارهایی داری؟ من هم اینجا الان هم تدریس میکنم، یعنی شاگرد دارم، یعنی تدریس آوازم میکنم. بعد اینکه برای آینده همین آقای تراوتی یک قدم اول رو برداشتن، ما هم همین این راه خیلی خوبیه، خیلی درستیه، ما هم همین راه رو بخواد انشاءالله ادامه میدیم، همین که همکاری میکنیم بسیار. همین که خودمونم مثلا احتمالا مثلا تو ذهنمون هست که مثلا با گروه نیمه های کاری بکنیم با هم، البته هنوز داریم صحبت میکنیم. بله بعد این که یه گروه کوچیک کوره من تشکیل دادم. بله انشاءالله برای آینده احتمالا با هم همکاری داشته باشیم که یه گروه بزرگ کور، یعنی من آرزوم هست که مثلا گروه کور همیشه نیستن مثلا بک، یعنی بهش میگم بک خان، ولی عقب نیستن، بیان خودشون مثل گروه کور مثلا اجرا بکنن 8 تا 10 تا قطعه اصلا گروه کور اجرا بکنه و این تو تمام دنیا هست، ما هم داشتیم قبلا. این دیگه
طبیعیه، ولی خب آرزوم هی هست که این کارا رو بکنم. الان داریم روی این اساس کار میکنیم و انشالله ببینیم حالا اگه تونستیم احتمالا یکی دوتا هم کلیپ و اینجور چیزا یعنی روش داریم کار میکنیم که ببینیم که برای آینده انشالله. ولی خیلی دوست دارم که یک چیز بزرگ، یک کنسرت بزرگ، یک چیزی و همین که آرزوم این هست که نه این که تنها تو کامیونیتی خودمون بمونیم، بله، بتونیم که تو کامیونیتی کانادا، آمریکا، همه جا، یعنی باید اینطوری باشه. بله، امیدوارم که برسی به شطرنج صحبت نگاهت و آشنایی که من دارم میدونم که برای برنامه‌های اوپرا هم که در پیش داری الان امکانی نداری، اگر امکانی برای درست بشه به همون صورت صحنه و لباس و افراد رو بله. دیگه ما به قول معروف وقتی نگاه کنیم متوجه میشیم. و اما آقای طراوتی اگه ممکنه لطف بفرمایید درباره این کنسرت 16 مارچ ساعت، آدرس، محل این رو. ساعت 8 روز شنبه 16 مارچ در ریچموند سنتر فور دی پرفورمینگ آرتس اجرا میشه این برنامه و به یاد استاد سمیر باغچبان هم یک قطعه به نام چهارشنبه سوری به صورت گروهی از ایشون اجرا میکنیم که فکر میکنم که بله سمیر باغچبان و ابلی خانمشون اینا واقعا حق زیادی بله برگردن استاد همه موزیسیان ها بودن، نوآورانی بودن در زمان خودشون که هنوز ماندگارن. اتفاقا الان آقای انامی صحبت از گروه کور کردن، بد نیست یادآوری کنیم که گروه کور خیلی بزرگ رو در ایران آقای خانم باغچبان، ابلین باغچبان و آقای باغچبان داشتن در واقع. بله سالها در مد پیشتر. با اجازتون میخواستم اشاره کنم که آقای انعامی طبق معمول یک قطعه آذری میخونن به اسم لاله و یک ترانه ایرانی هم طبق معمول لطف میکنن میخونن برای دوستانانشون به اسم گل گلدونه. گل گلدونه که بله از آقای فریدون شهبازیان هست. بله متاسفانه شاعر رو فراموش کردم و قبلا خانم سیمین قانم خوندن بله، ولی به هر حال حالا ایشون اشکالی نداره که من فهم کنم اینم ترانه رو یادم میاد کی نوشته نمیدونم. نه فریدون شهبازیان نوشته، نه ترانه سراش. آه ترانه سراش خیرشون. بله 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 به هر حال قطعه خیلی خاطره انگیزی است. ایشون هم قبلا توی برنامه خودشون اجرا کردن. خب امیدوارم که موفق باشید با این زحماتی که دارید میکشید. ممنون از شما. هر روز گسترده تر، بازتر، وسیع تر بشه کارا، تعداد بچه هایی که میان پلتو تعلیم میبینن بیشتر بشن و روز 16 مارچ ما به دیدارتون میایم اونجا لطف. که لذت ببریم و عید نوروز رو با همه همدیگر جشن بگیریم. اگر صحبتی هست که من فراموش کردم دوستان میتونید بفرمایید. نه دیگه ما جمعه، ولی من دوباره میخوام این آرزوی منه انشالله. البته ملت ما همیشه میان استقبال میکنن و یعنی این دیگه حرف نداره توش. من آرزوم این هستش که با بتونیم که این نوع موسیقی که ما داریم روش کار میکنیم، چون این نوع موسیقی موسیقی هستش که روش توش صحبت هست، سر راز هست، نمیدونم اندیشیدن هست، تفکر هست. این یه نوع موسیقیه. من آرزو میکنم که البته ملت ما بیشترشون میدونن اینا، آرزو میکنم تعدادشون بیشتر بشه که و فکر نکنن که موسیقی فقط بزن و بکوب و رقص و یعنی آرزوم این هست که درصد این عزیزانمون بیشتر بشه، بیشتر هم داره میشه. بله بله. بعد موسیقی رو از همه جوانب بتونیم ببینیم. شما اگه توجه بفرمایید میبینید که تورنتو واقعا یک کانون مهم هنری است از ایرانیان در غربت نشین در تمام دنیا بیشتر مورد توجه، برای اینکه یک سری هنرمند در اینجا چیز میکنند. یه دسته یه پایگاه مهم هنری شده اون این موسیقی که شما میگید بله کاملا درسته در اینجا هست، فرق میکنه. البته اونم شنوندهای خودش داره، ولی ما امیدوارم که همیشه مدیا نقشی رو در جامعهش، نقش مهمی رو که داره این است که به جامعه راهکار درست نشون بده
و بتونه مثلا اگر روزنامه‌ای رو برمی‌داره خواننده حرفه‌ای به صدا تعیین بکنه که مطلب رو بفهمه، نه یک چیزای پیش گفت. موسیقی هم همینطوره، همه هنرها. امیدوارم که به اون روز برسیم، ولی در خانه خودمون باشیم. حالا آقای طربتی من یادداشتی می‌کردی، این خیلی جالبه، خوشم میاد خودتون بکنید. این توی اون قطعه آقای زنده یاد باغچه‌بان یک ترجیبندی هست که میگه کاشکی هر روز بود روز نوروز، کاشکی هر شب بود چهارشنبه سوری. کاشکی هر شب شعار این برنامه ما چهارشنبه سوری. و میبینیم دوستان عزیز رو در 16 مارس در ریچموند هیل با هنرنمایی استاد طربتی و اثر نمایی و دیگر هنرمندانی که اون شب در اونجا برنامه خیلی خوبی رو براتون تدارک دیدن. خیلی متشکرم طربتی، لطف کردید، موفق باشید. من هم خیلی خوشحالم. موفق باشید تا دیدارهای بعد. خیلی ممنون از لطف. رستوران خانوادگی شاندی آماده برگزاری جشن‌ها و مهمانی‌های شما در محیطی گرم و صمیمی. رستوران شاندیز تحت مدیریت رستوران کیش واقع در 10454 خیابان یان. تلفن تماس برای قبول سفارش مهمانی های شما 905-237-84-34. در رستوران شاندیز تجربه شبی خاطر انگیز با صرف غذایی متفاوت همراه با موسیقی زنده را جاودانه کنید. به رستوران ایرانی شاندیز خوش آمدید.